آقازاده هایی که خارج نشین شدن. همه مسئولان 24 ساعته از فرهنگ شهادت طلبی و نقش معنوی شهدای مدافع حرم صحبت میکنن. البته امام علی علیه السلام فرمودن هر آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند و هر چه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم مپسند. اگر شهادت طلبی خوبه، چرا این افتخار نصیب فرزندان شما مسئولان و ائمه جمعه و غیره نشه؟ چرا درهای بهشت رو به روی بچه های خود میبندید؟ چرا پسران خود رو به سوریه و عراق و یمن و خلاصه جاهای دیگه گسیل نمی کنید؟ البته وقتی درگیر میشیم میبینیم بسیاری از فرزندان همین مسئولان محترم ساکن خارج هستن. فرقی نمی کنه فرزند پسر یا دختر، اغلب بچه هاشون به بهانه تحصیل میرن خارج. بیزنس اینسایدر پیشتر در گزارشی به تداوم احاطه آمریکا ستیزی در بیان و گفتار مسئولان جمهوری اسلامی اشاره کرده، اما از یک تناقض در این ماجرا ابراز تعجب کرده که چرا طیف مسئولان ایرانی فرزندان خود را برای تحصیل به دانشگاه‌های غربی می‌فرستند و از آلوده شدن آنها به تفکرات و اخلاقیات غربی نمی‌ترسند. سالها قبل نیز روزنامه آلمانی دیولت اعلام کرد 400 آقازاده از مسئولان فرزندان ارشد نظام در انگلیس تحصیل و سکونت دارند و تعداد آقازادگان نظام که در اروپا تحصیل می‌کنند بیش از 1700 نفر می‌باشد. علی مصباح یزدی، پسر آیت‌الله مصباح که سالها به بهانه تحصیل ساکن کانادا بود، برادران لاریجانی که آقازاده‌های اینها تعدادی در اسکاتلند و کانادا تحصیل و زندگی می‌کنند، برادر فیروزآبادی رئیس اسبق ستاد مشترک نیروهای مسلح سالها ساکن دبی، دو پسر محسن رضایی سالها در دبی و آمریکا زندگی می‌کردند که یکیش هم بعد از افشاگری علیه نظام در دبی کشته شد. پسر هاشمی جناب مهدی هاشمی دانش آموخته آکسفورد که سالها ساکن انگلیس بود، دختر نعیمه اشراقی نوه دختری آیت‌الله خمینی در کانادا ساکنه و بابت انتشار عکسش با شلوار و پیرن باعث جنجال شد. دختر مصطفی خمینی پسر خمینی سالها ساکن سوئد. دختر شریفی قائم مقام شهردار تهران ساکن سوئد که پدر نیز بعد از عزل قالیباف به سوئد متواری شد. پسر حسین فریدون داداش حسن روحانی ساکن کاناداست. مهدی ظریف فرزند وزیر خارجه ایران، دختر آیت الله هاشمی شاهرودی سالها در غرب زندگی می‌کند. برادر عزت الله زرقامی ساکن دبی و داداش در صدا و سیما تبلیغ شهادت می‌کرد. فرزندان خیلی از مدیران ارشد مثل پوستین دوز در لاس وگاس یا علی آبادی در آمریکا هستند، یا دو دختر حتی دادل که سالها در ژاپن و آمریکا بودند و آخری هم خاوری و داماد آیت الله واعظ طباسی که با اختلاس به کانادا متواری شدند. برای خیلی از مردم سوال پیش میاد که چرا مسئولان نظام، نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان، شورای نگهبان و و و بچه‌هاشون رو نمی‌فرستن به جنگ عراق و سوریه و یمن، به جای دفاع از حرم و غیره تشریف برن اروپا و زندگی در فرهنگ غربی به جای فرهنگ شهادت طلبی؟